خب به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزانم ببخشید پای زمینه من تغییر میکنه من تو سفر هستم و مکانهای مختلف رو انتخاب میکنم برای ضبط تحلیل امیدوارم حالتون خوب باشه ضد حمله اوکراین چهار روز هست شروع شده قبلا تک هایی میزدن خیلی محدود ولی خود پوتین هم رسما اعلام کرد که ضد حمله شروع شده اما چه اهمیتی داره یه مقطع خیلی مهم قرار داریم و اوکراینی ها هر آنچه که دارن باید بیارن و اروپایی ها هر آنچه که بوده رو اختصاص دادن و آمریکایی ها هر آنچه که تصور میکردن برای اوکراین و ضد حملش کافی هست انجام دادن از آخرین ضد حمله اوکراین هفت ماه میگذره هفت ماه زمان برای آموزش برای تسلیح شدن از تانک های لوپارد بگیری چلنجر بگیری تا دیگر تسلیحاتی که از تسلیحات اسرائیلی ضد تانک و خیلی از موارد دیگه در اختیار اوکرانی ها داده شده و حالا ضد حمله چهار روز از شروع شده شروع ضد حمله کجا بود من همچنان معتقدم صدی که در دنیپر زدن دقیقا کار غربی هاست اوکرانی هاست ناتوه دلیلش این بود که جنوب رودخانه پر آب بشه شمال رودخانه کم آب بشه اونجا یه نکته رو اشاره کردم بهش عامل زمان بسیار مهمه عمده محورهای پیشروی اوکراینی ها محورهای مسطح از تلفات سنگین خواهد بود باید ضد دمره سری باشه اما چهار روز گذشته و خیلی از کارشناسان نظامی و از جمله خود پوتین اشاره کرد که از این چهار روز ضد حمله ای که آغاز شده اوکرانی ها هیچ دستاوردی نداشتن دلیلش عنوان خواهم کرد و بعدش چه خواهد شد مسئله اول اوکراین در هفت ماه گذشته ضد حمله ای نداشته برگردیم به ضد حمله قبلش دو تا ضد حمله زده بود قبلش یکیش با فاصله یک ماه بود تو اون مقطعی که هنوز اوکراین تسلیحات امروز رو نداشت تانک لئوپارد نبود آموزش نیروها نبود برنامه‌ریزی برای دریافت خیلی از تسلیحات سفرهایی که زلنسکی شروع کرد به تمام کشورها تا بتونه از این طریق تسلیحات رو به دست بیاره از هر جایی جمع وری کنه هر میزانی که میتونه نیروهاش آموزش بده آماده کنه برای این ضد حمله دلیلش هم مشخص اوکراین برای اینکه حمایت غرب رو داشته باشه به این ضد حمله نیاز داره منظور از غرب بریتانیا و آمریکا نیست بریتانیا و آمریکا تا دهه حاضرا اونجا تسلیحات بریزن و اوکراین دائم بده منظور از اون اروپای تحت فشار هست آلمان فرانسه اتریش مجارستان کشورهای حوزه بالکان ایتالیا رومانی اینها کشورهایی که تحت فشارن و حمایتشون از اوکراین و ادامه جنگ منوط به دستاورد هست هر گونه دستاوردی در مقابل روسیه که بتونه این بحث رو به سمت مذاکره برابر قرار بده حالا تصور کنید ضد حمله اول اوکرانی ها چه تفاوتی با امروز داشت چرا اون ضد حمله موفق بود دو روزه اونا تو ضد حمله سال گذشتهشون اومدن برنامه کردن برای آزادسازی کامل استان خارکف شهر ایزیوم شهر لیمان دو روزه تونستن لیمان رو بگیرن نیروهای روسی یادتونه چقدر تجهیزات گذاشتن و فرار کردن عقب دلیلش چی بود دلیلش این بود که روس ها اومده بودن داخل سرزمین اوکراین تلفات هم داشتن نقاط در واقع پهناوری که در جغرافی اوکراین دختر روسا گرفته بود نیاز به نیروهای زیادی برای تثبیت داشت اوکراینیها ها ضد حمله زدن تو محور نیروهای روسی که پراکنده بودن از شما خرسون در نظر بگی زاپروژیا در نظر بگیر استان لوانسک دونسک در نظر بگیر اوکراین کشور پهناوری یه جغرافی وسیعی داره اون ضد حمله تجمی بدون آموزش و لوجستیک امروز اتفاق افتاد با داشته های اوکراین اتفاق افتاد داشته های اوکراین چی بود؟ تانک هایی که از زمان شوروی مونده بود و هر آنچه که به صورت ریز و درشت خیلی کم وارد میشد آموزش نشتن و خود رای هامایی بود و اینجور مسائل اما اومدن دو روزه لیمان رو آزاد کردن یه شور و اتفاق افتاد نیروهای روسی عقب کشیدن تجمی شدن تثبیت کردن مواضع عقبتر رو تا بتونن محور رو حفظ کنن ولی لیمان رو از دست داده بودن کلی هم تسلیحات یه ماه بعد کمتر از یه ماه بعد شما میبینید که اوکرانی ها ضد حمله دوم رو شروع میکنن از شرق خارکیف میان حالا اومدن رو خارکیف توی بخشی از شهرها مسلطن و جنوب دنیپر میان سراغ خرسون همون مشکل همون مشکل روس ها روس ها هنوز اون 300 هزار فردی که توی دستور پوتین اومدن آموزش ببینن و تزریق بشن به محور و جپه جنگ و ندارن اون مقطعی است که هنوز این نیروها آموزش دیده نشدن در داخل روسیه ثبت نام شده انتخاب شده دارن آموزش میبینن وارد محور کنن برای حفظ اون چیزی که دارن زمان نداشتن زمان کافی نیست محورهایی که گرفتن بسیار وسیعه تجمیع نیروها کاهش پیدا کرده تلفات داشتن کشته داشتن نیروها کاهش پیدا کردن حالا چه اتفاقی افتاده دومین ضد حمله اوکراین کمتر از یک ماه با همون تسلیحات خودشون شروع میشه میان از در واقع جنوب دنیپر و شرق محور خارکف حمله میکنن به خرسون فراموش نکنید روسها ها بخشی از خرسون رو رها میکنن میان این سمت رودخانه دنیپر مشرف به خرسون موازهشون رو تصفیر میکنن اونجا هم ها موفق عمل کرد زلسکی باشه رفت خرسون و مردم اونجا رو دید و یه شور و شعفی اتفاق افتاد چرا این ضد حمله انقدر ضعیف داره عمل میکنه چهار روز گذشته تلفات سنگین اخبار میاد که تو هر محوری الان تو این ضد حمله سوم یک به سمت باخموت از چند محور دارن فشار میارن برگردونن باخموت رو دو مهمترین جایی که دارن حمله میکنن زاپروژیاست ها چه اهمیتی داره اگر بتونن ها رو بگیرن اتصال کریمه رو با پشتیبانی روسا از اون محور قطع میکنن عملا فشار روی کریمه میتونه پاشنی آشیل روسا باشه روسا چکار کردن؟ داستان چیه؟ روسا هفت ماه زمان داشتن روسیه یه نقطه قوتی داره تولید کننده تسلیحات یعنی ماشین تسلیحات روسیه تولیدش بالاست یکی از عواملی که روسیه به راحتی شکست نخواهد خورد همینه که روسها ها بسیار بسیار در تولید تسلیحات قوی هستند حالا من میدونم که این جنگ چقدر خرج تسلیحاتش بالاست اما به نسبت طرف مقابل تولید تسلیحات بالاست کمک هایی هم از دوستان روسیه به قول خودشون کشورهای دوست کشورهای غیر دوست علا تسلیحاتی داره به روسیه میشه الان هم امریکایی ها به شدت گیر دادن که ما اثبات خواهیم کرد که ایران از محورهای مثلا دریای کاسپیان به سمت بنادر آستاراخان اومده تسلیحات داده این تسلیحات از این کامیون ها بارگیری شده به این نقطه اومده با و و و یا مثلا کارخونه ساخت پهپاد و انجام مسائلی داره مطرح میشه بهش میرسم به چین، ایران، اروپا، آمریکا خواهم رسید ات چه اتفاقی افتاده؟ روس ها هفت ماه زمان داشتن سی ست هزار نیرو تصدیق کنن به جبه حالا تجمیه نیرو در اون محور هایی که گرفتن باز پسگیریش برای اوکراین غیر ممکن میشه دو نیروها آموزش داده شدن سه تثبیت تز... <تصفح> کردن و عامل زمان و مکان از اوکراین گرفته شده یعنی چی؟ <applause> یعنی اینکه اوکراینی ها هشت ماه پیش ظرف کمتر از یک ماه به علت عامل زمان دو تا ضد زد حمله زدن موفق ظرف دو روز هر کدوم بعد از هفت ماه کلی تسلیحات جدید غربی گرفتن آموزش دیدن اما موفق نیستن چرا موفق نیستن چون روسیه زمان پیدا کرد بازسازی کنه این روسیه بود که مشکل داشت روسیه اومده بود نقاط مختلفی از اوکراین رو گرفته بود برای تثبیتش نیروز نیاز به نیرو تجمی تسلیحات و و و داشت اوکراینی ها عامل زمان را رها کردن رفتن به سمت لوجستیک و آموزش خب این این امکان رو به روس ها هم میده روس ها که حالا شما دست بالا رو دارن دوستان نقاط رو گرفتن حالا با تجمیع نیرو تزریق نیرو آموزشیده، لوجستیک تسلیحات و تثبیت شما باید ضد حمله بزنید و اطلاعاتی که از طریق ماهواره و آسمان کاملا مشرف هستن به اوکراین میدونید دیگه هنوز هم پهپادها و موشکها بلای جان اینهاست تو همین دامله دمله ای که اوکراین زد و عامل زمان و مکان از دست داده من به همین علت میگم صد و ها زدن چون پیشروی و از سریع اتفاق بیفته خیلی سریع حالا تو این شرایط تو این شرایط یک مسئله رو در نظر بگیرید مسئله ای که وجود داره الان اوکراینی ها عامل زمان رو از دست دادن و دستشون روه یه ویدیوهایی داره میاد بیرون که بیش از چند تانک و توی محور هلیکوپترهایی که در واقع توی فاصله چند کیلومتری توی ارتفاع پایین هستن روس هدف قرار میدن تا رو از زده خارج میکنن و سخه که هستش خیلی راحت مسلطن دارن میزنن و کار برای اوکرانی تقریبا غیر ممکن شده پیش هم تلفات سنگینی داره کاملا رسدن بازدا... در واقع غیر قابل پیش بینی در اختیار ندارن و شرایط داره به همین سمت جلو میره کاملا توی مشت روسیه قرار گرفته تو این وضعیت حالا بریم در روزهای پیش رو میتونن حرکت جدیدی رو شروع کنن بتونن انجام بدن ولی تلفات سنگین خواهد بود متاسفانه و کاملا میشه گفتش که اوکراین اون قابلیت هاش از دست داده اما ببینیم چه اتفاقی میفته مسئله اساسی این هست تو وضعیت غرب و اروپا چه اتفاقی میفته آمریکایی ها و انگلیسی ها تمایل دارن که اروپای شرقی غربی با روسیه درگیر باشه نه اروپای اطلسی اروپای اطلسی میشه پرتغال اسپانیا بریتانیا ایلند اسکاتلند اما اروپا این و فرق داره این اروپا درگیر باشه این اروپا هم یک گزینه پیدا کرده به نام چین که این امکان رو بهش میده بیاد مواضع مستقل تر بگیره اما این اروپا این اروپا کجا میتونه بیاد یک پارچه تر رفتار کنه جایی که اوکراین در ضد حمله کاملا شکست بخوره اونجا جایی که این اروپا حالا باید دست بذاره روی این گزینه که آقا من نمیخوام برم وارد جنگ با کشور اتمی بشم هر آنچه که داشتیم دادیم و اوکراینیا شکست خوردن حالا باید بریم مذاکره کنیم با این شرایط کدوم شرایط روسیه محورها رو گرفته مسلط حالا با این شرایط بخوایم بریم مذاکره کنیم با کی باید مذاکره کنن محور چین شروط چین چیه جدا شدن از فضای آمریکایی بیاید ارزهای جدید سازمانهای جدید سیاستگذاریهای جدید اینجا شما یک قطب به نام این اروپای اوراسیایی دارید یک قطب به نام آمریکا بریتانیایی دارید که شرایط خوبی ندارند یک قطب این و روسیه رو دارید در مقابل اروپا یک قطب هم چین رو دارید با کشورهایی که خواهان نظم جدیدن که شرایط اقتصادی چین هند فوق العاده است برزیل عالی سیاست های مالی امبساطی الان نرخ بهره هم داره کاهش میده تولید رو داره میاره به حد اکثر ظرفیت اوج ظرفیتش پس ضد حمله اوکراین خیلی اهمیت داره دستاوردش پیروزیش و تمام تمرکز اینها این هستش که تو محور باخمود از چند محور حمله کنن نیروهای روس اونور باشن نیروهای روس فقط توی محور متمرکز نباشن تو بحث زاپوروژیا باید بتونن اونجا رو بگیرن بخش کریمه رو تحت فشار بذارن و قطع اتصال بدن حالا به خاطر کریمه روس ها رو بیارن پای میز مذاکره کل ماجرا از حمله اینه روس ها هم دستشون رو خوندن هلیکوپترها جنگلدا همشون بلند هدف 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 همینجا میزنن پیش نیرو هر تجمیعی رو میزنن دشت مسطح تانکا میان میزنن و کار رو خیلی سخت کرده نیروهای روسی الان آمادن تو محور اضافه شدن تجمیه شدن و کار برای اوکراین فوق سخته آیا اوکراین میتونه بگیره ها رو مشخص نیست این و شرایط به چه سمتیه آمریکایی ها متوجه شدن که باید تمرکز رو روی روسیه و چین حفظ کنن پس یک توافق یک ساله با ایران در نزدیک هست ایران داره به خوبی بازی میکنه آقای ظریف ایران داره به خوبی بازی میکنه وزیر خارجه سابق از زمان چرا اینطوری صحبت میکنید ایران داره فوق بازی میکنه ما با درک درست از شرایط نظام بین و وضعیت هجمون ها میدونیم که همچنان که با روسیه و چین داریم کار میکنیم به زودی عضو بریکس خواهیم شد شانگهای اتحادیا و راسیا همه اینها که داره اتفاق میفته تکمیل راه آهن هامون راه بستان محل که محلمونه من اصالتا بستان هستم تکمیل شد یکی از اصلی ترین شاخه های کوریدار شرق به غرب شمال به جنوب داره تکمیل میشه همینطور همینطور حالا ایران تو این وضعیت که از شرق داره پوهم میگیره کشورهای منطقه رو داره نزدیک میکنه به هم اسرائیل هم پالسایی داره میاد با عربستان برای عادیسازی روابط این معنا داره ها تو تحلیل خودش میپردازن بش. نشروطی که شرایطی که برای اسرائیل تعریف کردم چه گزینه هایی داره حالا ایران این وسط داره از آمریکا پول میگیره 20 میلیارد دلار پولش آزاد شه کمی نفت بفروشه پولش از یکی دو تا بانک السی باز میشه برگرده اورانیومش هم میمونه تو کشور غنی هم حالا یا رو 60 درصد یا رو 20 درصد دید دارن بازدید دارن هرچی که هست سانتریفیوژ جمع نمیشه آقای ظریف سانتریفیوژ جمع نمیشه آقای ظریف اورانیوم تو این مقطع میمونه چون دنیا ممکنه وارد جنگ بشه آقای ظریف درک درست از فضای کنی دنیا وزیر خارجه سابق ما نیاز به اون بر اصلا اساسا اون برجام غیر ممکنه چطور میگی برجام من درک نمی کنم چطوره که تو اون گفتگوی که خود من دعوت شده بودم روی اون استیج نیومدم چطور شما مدعین هستید که تو اون گفتگو چین و روسیه و کلا بلوک شرق شما زدی همه چیز غرب بود یه مثال زدی در سفر شی به عربستان اون بیانیه که بعدش هم آقای شی تو سفر آقای ریسی ردش کرد و تضمینات ارزی ایران رو شاخ و وا یه زدی کل شرق بردی رو هوا این تو نیست همون رو کرده اشتباه شما بود که یک تصمیم بی نزیر در بخش برجام که نظام گرفته بود و شما و دولت آقای روحانی بردید به محاق یه چیز دیگر ازش در بردید. اون تصمیم چیز دیگری بود من راجع برجام نظام صحبت کردم نه برجام که دولت روحانی اومد انجام داد بسید به اقتصاد قرار بود 80 میلیارد دلار به گفته خودتون سرمایه گذاری بیارن بعد شدهش 20 میلیارد دلار بعدم 2 میلیارد دلار موافقت شد و و و اصلا برجام اون نبود اقتصاد کشور بسید به چی اون یه حرکت استراتژیک بود حالا برگردیم رو بحث خورم. ایران داره تو این فضا بی خوبی ببین این, این که من میگفتم مثلث چین روسیه آمریکا و ما, ما بعد یه کریدور ارتباطی با آمریکا داشته باشیم غیر برجامی به تحلیل منو ببینید گذشته ما یه کریدور ارتباطی غیر برجامی با آمریکا میخوایم برای چی برای اینکه این کارتا رو نقد کنیم باشه بم نسازیم سی میلیارد دلار این فروش نفت چرا به داره همه چی سر جاشه. قند مواد اورانیوم اونجا اپولو میشه دست خودمون نه بخوام بازش کنیم بخوام شرایط رو سمت نظامی گری به سمت ما پولامون آزاد میشه بخشیش نفتمون رو میفروشیم پول میگیریم پوهنه میگیریم مجبور پوهن بده مجبور الان عربستان صحبت میکنه که محمد بن سلمان تهدید کرد آمریکا رو تحت فشار اقتصادی میذارم بهتون داره دوباره ارزش نفت رو کاهش میده عجیبه عجیبه خب پس ببینید چه اهمیتی داره وضعیت اوکراین برای اینکه آمریکا و بریتانیا تو موضع ضعف بیشتر در مقابل ایران و عربستان و روسیه و چین قرار نگیرن هر میزان که اوکراین توی ضد حمله ضعیفتر باشه آمریکا باید پوهن بیشتری به ایران بده پوهن بیشتری به اروپایی ها رو برای اینکه حفظ کنه باید تمرکز بیشتری اونجا کنه فشار بیشتری وارد کنه و این نیاز داره که تمرکز روی اون نقاط باشه نقاط دیگه مثل, مثل, منطقه منطقه ما نباید وارد چالش بشه اینجا جاییه که ما باید پوان بگیریم از شرق از قبل پوانا رو داریم میگیریم دیگه کی میومد تو ایران سرمایه گذاری کنه برای کوریدورها برای تجارت ها برای اینجور مسائل اینها مواردی است که به خوبی اتفاق میفته پس ببینید ضد چقدر مهمه برای آمریکایی ها برای اروپای اطلسی برای اروپای اوراسیایی که چه تصمیم بگیره و کاملا مهار شده منتظر باشید ماه آینده ماه خیلی جنجالی هست ماه آینده ماه مصاحبه های رؤسای جمهور اروپایی هاست در مقابل هم و اطلاف های چندگانه جدید با من همراه باشید رسد میکنیم و راجبش صحبت میکنیم پاینده ایران همیشه ایران برای ایران